سلام، علی هاشمی هستم. به سومین قسمت از حل مسائل مربوط به قضیه تالس بینایت خوش اومدید. امیدوارم که ویدیوهای قبلی رو تماشا کرده باشید و برای تثبیت بیشتر وارد این ویدیو شدید. سوال اول گفته در شکل مقابل DE موازی هست با BN و DN هم موازی هست با BC. اگر A تا E برابر باشه با 4، پس این فاصله رو طراح گفته 4، و E تا N برابر باشه با 6، پس این فاصله هم بوده 6. اون وقت بفرمایید مقدار AC برابر با چی میشه، یعنی کل این ضلع برابر است با چی. توی ویدیو قبلی اگر که تماشا کرده باشی، توی مثال دوم تأکید کردم، گفتم توی یک مثلث وقتی دو تا خط موازی مختلف برای تو ایجاد میکنه که باید دو بار از قضیه تالس استفاده کنی، حتما یک ضلع توی هر دو تا قضیه تالس شما مشترک خواهد بود. یه سمت چپی میسازی که توی هر دو تا قضیه تالس مشترک، با یه سمت راستی که متفاوت خواهد بود. اینا رو با هم دیگه برابر قرار بدی به جواب میرسی. اگر برای اولین بار وارد این کلاس شدی، حتما الان باید گیج شده باشی. بریم تو سوال که بهتر متوجه بشی. با توجه به اینکه DE و BN موازی هستن، DE یعنی این ضلع و BN هم یعنی این ضلع، این دوتایی که الان با قرمز برات مشخص کردم موازی هن. چون طراح در صورت سوال به من گفته مقدار AC رو به دست بیار، یعنی کل ضلع رو میخواد حساب کنم، من از همین ابتدای کار وارد تالس بلند میشم و از رابطه بلند استفاده میکنم. رابطه بلند چی میگه؟ میگه آقا AD به روی AB، یعنی این ضلع کوچک به روی کل ضلع شما برابر خواهد بود با سمت چپ عبارتم. اگر تالس براش بنویسم میشود AE به روی AN، از A تا E یعنی خط کوچک، از A تا N یعنی کل ضلع مثلث من. این شد رابطه اولی که من برای تالس نوشتم. یه رابطه دیگه میخوام بنویسم، این دفعه برای این دوتا خط موازی. دقت کن دوست من، این خط موازی و این خط موازی، توی اینا چطوری میتونم رابطه تالس بنویسم؟ پس DN و BC که با هم دیگه موازی هستن، رابطه تالسشون برابر خواهد بود با AD به روی AB، از A تا دی و در ضمن از A تا B، یعنی همین چیزی که دقیقا تو رابطه بالا نوشتم، عیناً اینو مجددا تکرار کردم. اما سمت چپ عبارتم میشود از A تا N به روی کل، از A تا C، پس A تا N A تا C. با توجه به اینکه سمت چپ هر دو تا معادله با هم برابر هست، پس سمت راست ها یعنی این دو تا جمله هم باید با هم برابر باشه. این دوتا رو با هم برابر میذارم، AE به روی AN برابر است با AN به روی AC. مقادیری که طراح در صورت سوال گفته رو میام الان جایگزین میکنم. اگر مقادیر جایگزین کنم، اون وقت 4 به روی 10 برابر خواهد بود با 10 به روی AC که مقدار AC برابر میشود با 25 تا. به جرأت میتونم بگم یکی از مهمترین سوالات مربوط به قضیه تالس همین مثلثی است که توش دو بار باید از قضیه تالس استفاده کنیم. سوال بعدی گفته در شکل زیر نسبت مساحت OBD، OBD یعنی این مثلث، به روی نسبت مثلث OCE، OCE هم یعنی نسبت این دوتا مثلث رو از من میخواد، میگه برابر با چی میشه. من آقا یه کاری میام انجام میدم، میگم که اگر بیام یه خطی موازی رسم کنم، اصلا موازی نه، اگر نقطه دی و نقطه ای رو بیام به هم دیگه وصل کنم، آیا این ضلع BE که من الان ساختم با ضلع BC موازی هستند یا نیستند؟ اگر بخواد موازی باشه، باید تالس براش برقرار باشه. ببینم تالس برقراره، از AD به روی DB، AD به روی DB میشود 4/5، AE و EC هم میشود 6/7.5. 6/7.5 و 4/5 از نظر مقداری با هم برابرند. پس وقتی این دوتا از نظر مقداری با هم برابر باشن، عکس قضیه تالس شکل میگیره. عکس قضیه تالس چی میگه؟ تالس میگه اگه دو خط موازی باشن، ضلع‌ها با هم رابطه میسازن. عکسش میگه اگه ضلع‌ها با هم یه نسبت برابری داشتن، دوتا خط موازی. پس این دوتا خط موازی هن. هر ارتفاعی که من رسم کنم، ارتفاعها با هم دیگه یکی میشن، درسته؟ یعنی الان اندازه دی تا هاش و اندازه ای تا ال با هم دیگه برابر. مثلث بزرگ اینجا رو در نظر بگیر، من یه مثلث خیلی بزرگی اینجا دارم،
در ضمن همین مثلث و این ور ماجرا هم دارم. چه مثلثی این ور دارم؟ من شکل اینو واسه عوض کنم برای که بهتر متوجه بشی. یه همچین مثلث بزرگی هم در این ور ماجرا دارم. من میگم آقا توی این دوتا مثلثی که الان با قرمز و سبز برای تو مشخص شده، این قسمت مشترک هست، در ضمن مساحت دوتا مثلث بزرگ با هم برابره. قسمت مشترک ها هم که با هم برابر باشه، پس این دوتا قسمت کوچک گوشهای بغل هم حتما باید با هم دیگه برابر باشن. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. موفق باشید. خدا نگهدار.